اولا هدف اصلی سفر سلطان عمان به تهران پاسخ به سفر سال گذشته جناب آقای دکتر رئیسی بود. انجام این سفرها پیام خاص خودش رو داره. چرا سفر سلطان عمان در فاصله زمانی حدود مثلا یک سال انجام شد، در حالی که متعارف این هست که فاصله سفر مقامات عالی کشورها معمولا 3 سال، 4 سال و فاصله 1 سال خیلی کم هست. یکی از دلایلش این بود که توافقات آقای دکتر رئیسی و سلطان عمان در 1 سال گذشته به خوبی عملیاتی شد. من کمتر از 2 ماه پیش در عمان که بودم از سلطان عمان شنیدم، میدونید ایشون حدود 2 دهه خودش دیپلمات بوده در وزارت امور خارجه و رو پرونده های مختلف کار کرده، گفت برای اولین بار احساس میکنم در همکاری هامون با ایران توافقات خوب داره اجرایی میشه و این رو کاملا در گزارشات و در دیدارهایی که دارم با وزرا، بخش خصوصی و مقامات از نزدیک حس میکنم و این یه تحول خیلی خوبه و این نشون میده که دولت آقای دکتر رئیسی دولت عملگراست و فقط به دنبال امضای اسناد نیستن، به دنبال اجرای اسناد هستن. میدونید از سال گذشته تا الان حجم تبادل تجاری ما بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده و تو خیلی از حوزه ها توافقاتی که امضا کردیم به نتیجه رسیده. همین باعث تشویق طرف عمانی شد که ما بیاییم برنامه جامع همکاری‌های مشترک راهبردی ایران و عمان رو هم در دستور کار قرار بدیم. بین من و همکارم وزیر خارجه عمان روی چارچوب این برنامه توافق شد، تیم‌های فنی ما کار کردند و ما به زودی بعد از ویرایش نهایی سند، این سند مهم رو هم امضا خواهیم کرد. پس هدف اصلی مناسبات 2 جانبه و تأکید بر اهمیت پیگیری هرچه بیشتر مناسبات و امضای تعدادی از اسنادی که برای روانتر شدن روابط 2 کشور وجود داره. طبعا سلطان عمان همیشه به دلیل کاری که در سالهای گذشته، ابتکار عملی که سلطان مرحوم و فقید سلطان قابوس داشتند برای کمک به هر گونه چالش منطقه‌ای و بین المللی ابتکاراتی رو مطرح میکنن، همواره یکی از مسائل مورد توجه سلطان عمان بحث‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای هست و ایشون معمولاً توصیه‌هایی دارند، یک حسن نیت‌هایی دارند که بیان میکنن.